الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بين. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرج جنابهم و اهل قدوهم و الانعداهم اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان و سحرخیزان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. سحر شب جمعه هست و همه آرزو دارند در این لحظات نورانی دعا برای امام زمان کنن و تحت قبه آقای امام حسین علیه السلام باشن. در روایت داریم اگر میخواهید با 124,000 پیامبر مصافحه کنید، اهل بیت علیهم السلام رو زیارت کنید، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه خوبان عالم، ملائکه سبقت میگیرن تا بیان شب جمعه خدمت آقای امام حسین علیه السلام. ما هم بدون معطلی از شما دعوت میکنیم. بسم الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والفاطمة والحسن والحسين و علا اختک زینب کبرا سلام الله علیها. خدایا در این لحظات سحر، در این لحظات مناجات، در این لحظات که در این سرزمین بر طبق روایات انبیای الهی هستند، اهل بیت هستند، خوبان عالم هستند، ملائکه مقرب هستند، خدایا میلیون ها بیننده و محب آقای امام زمان، همه با هم دعا میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. اعمال و زیارات و عباداتتون قبول باشه بینندگان عزیز. بحثی رو که پیرامون دعا برای سلامتی امام زمان داشتیم رو پی میگیریم. اول
دعا رو همه با هم بخونیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض شد دعای بسیار با عظمتی هست که اللهم صل علی محمد و آل محمد، صد و زیر دعا خواستم با صلوات ختم بشه. دعای بسیار با عظمتی هست که در این دعا که سفارش شده به ویژه در شبهای قدر خونده بشه در هر حالتی هستیم، شش فقره اصلی دعا انجام می شد که ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا. رسیدیم به واژه و قائداً که این چند شب داریم صحبت می کنیم. معنی ظاهرش این بود که خدایا همچنان که ایشون رو بر من رهبر قرار دادی، تو هم رهبر اون باش، هدایتگر اون باش. تمام عوالم از طریق خدا دارن هدایت میشن. هر که تو این عالم هست خدا ولیش میشه اگر در مسیر امیرالمؤمنین باشه. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی هست که ایمان آوردن. رأس ایمان آورندگان خود آقا امیرالمؤمنین هست، یعنی الله ولی الذین آمنوا. خدا به مراتب ولایتش بر امیرالمؤمنین بیش از ماها هست. حالا در آیات داریم مثلا یا ایها الذین آمنوا، خب ایمان نسبیه، سلمان فارسی هم مؤمنه، ابوذر هم مؤمنه، مراجع هم مؤمنن، شما بهشتیان هم انشاءالله مؤمن حساب میشید، نسبی هست. به مقداری که به ولایت امیرالمؤمنین ما نزدیک میشیم، ولایت خدا ما رو میپوشونه. و اگر از این ولایت خارج بشید، این نیستیم که انسان راحت رها بشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اگر کفران کنه اولیاش طاغوت بشن چیز میشه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، این وارد وادی جبت و طاغوت و کفر میشه، وارد وادی میشه که از ولایت دوره. یعنی اینکه این نیست که بگه یله و رها رها شد، یا وادی ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت رها بشه، وارد جبت و طاغوت شیطان اینو میدوسته. تو عالم فقط یکیه که ولی نداره، اونم خود خداست. اول از آنها خصوصا میخونیم ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، فقط خدا هست که ولی نداره، همه ولی دارن. خب برگردیم به بحث خودمون. در کربلا الان شب جمعه هست و شب زیارتی آقا سید الشهدا. یه سوال اصلی اینجا پیش میاد، آیا شب جمعه اینقدر با عظمته که روز جمعه اینقدر با عظمت شد، یا نه روز جمعه اینقدر با عظمته که شبش اینقدر با عظمت شد؟ در روایات داریم که از ظهر پنجشنبه، زوال پنجشنبه تا زوال ظهر جمعه اگر مؤمنی از دنیا بره، این همه روایات و حدیث داریم برای فشار قبر، خدا میگه بشارت بهشون بدید این فشار قبر رو من به برکت این لحظات بر میدارم. ملائک میان با قلمهای طلایی رو صفحات نقره‌ای چیزی نمی نویسن مگر ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعا مضاعف حساب میشه. خود شب جمعه شب با عظمتی هست، قبول، روز جمعه با عظمته، اما کدوم شرافت گرفتن از دیگری، یا بگیم شرافت بیشتری گرفتن، میخوام روی یه مقداری صحبت کنم. عزیزان من، هر چقدر انسان به امیرالمؤمنین و ولایت نزدیکتر بشه، اون پیشگاه خداوند اجر و قرب داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترینه. یعنی هر چی با ولایت امیرالمؤمنین نزدیکتر باشی، نزد خدا گرامی ترین. پیامبران الهی
فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی بر دیگری فضیلت گرفتن. امام صادق علیه السلام فرمودن بر اساس ولایت امیرالمومنین که پذیرش داشتن، بر اون اساس اینها رشد پیدا کردن، همینطور اومدن بالا. گفتم مثال انگشتر عقیق زودتر ایمان آورد بین سنگ ها. عرش خدا چرا در آسمان هفتم قرار گرفت؟ خداوند زینتش کرد، چون به شرافت ولایت امیرالمومنین سبقت گرفت بر ایمان. در هر عوالمی اونی که به امیرالمومنین سبقت گرفت، نزد خداوند گرامیتر شد و فضیلت گرفت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در روز جمعه در روایت داریم که خصوصا در عالم زر و بالا مؤمنین و در این عالم دنیا در روز جمعه جمع شدند بر ولایت امیرالمؤمنین، و روز قدیر خم به همین علت جمعه با عظمت شد. روز جمعه خداوند اینقدر بهش عظمت داد، شب جمعه رو با عظمت کرد. گفت غسل روز جمعه با عظمته، ناخون گرفتن با عظمته، صله ارحام با عظمته. تمام اینها عظمتش از چی گرفت؟ از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. و الان امام زمان ما که جمعه مهمان امام زمان هستیم، هر چقدر توجه ما بیشتر بشه، به همون اندازه رهبری امام زمان بر ما بیشتر میشه. بذار یک آیه قرآن بخونم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. ای مؤمنین، وقتی که ندا و صدای نماز جمعه برپا شد، فاسعوا الی ذکر الله، بشتاب. ذکر الله کی هست؟ در روایت داریم که میگه اگر شد فاسعوا الی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. پیامبر فرمودن و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. همین که اومدم ذکر ولایت امیرالمومنین رو بگم، بیم این داشتم که مبادا مورد حسادت و چشم زخم واقع بشه آیه آمد. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. آیه فرماد یا ایها الذین آمنوا، همه ای افرادی که ایمان آوردن، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، همین که روز جمعه شد، فاسعوا الی ذکر الله، بشتاب به ولایت امیرالمؤمنین، ولایت امام زمان. تمام عوالم جمع شدن. بذارید یه نکته از صلوات عرض کنم انتهای این قسمت برنامه. در روایت داریم در هر صلواتی که شما میفرستید یک تجدید عهد میکنید با ولایت امیرالمؤمنین در عالم زر، که مؤمنین ولایت رو داشتن. به همین جهت همین که صلوات میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعدام اجمعین، ملائک آنن صف میبندن، خوشحال میشن، ذوق میکنن، یاد ولایت میکنن، میدونن چه برکاتی داخل این هست، میان سریع از این ولایت و برکات بهره مند بشن. بعد به ویژه ما سفارش شده، دقت کنید، با هر صلوات دعای مستجابی دارید، دعا به امام زمان غریبتون کنید، امامتون رو یاد کنید. دستور داریم که امام فرمود زیاد بر من دعا کنید. ما به وظیفه خودمون بایستی عمل کنیم. این قسمت رو با صلوات ختم میکنم بر آقای امام زمان. ادامه بحث انشاءالله خدمت آقای انصاریان و در آیات بعد خدمتتون خواهم بود و این فضیلت ایام رو بیشتر توضیح خواهم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم و اهلك عدوهم و الان اعداهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها عدد ما احاط به علمك. اعمال و عباداتتون قبول باشه. الحمدلله محضر استاد خودم، نور چشم خودم، حاج آقای انصاریان هستیم. سلام علیکم، خوش آمدید. اعمالتون قبول باشه انشالله. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، تشکر میکنم، خدا حفظتون کنم، در خدمتون هستیم. سلامت باشید. شام ولادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هم بود و هست. ما خوشحال هستیم و جا داره که مجدد بینندگان تبریک عرض کنیم. حاج آقا، بحث دیشب خیلی بحث زیبایی بود، استفاده کردیم. به قول من میخوام بگم که شما بحث رو باز کنید امشب، من انشاءالله اگه سوالی بود در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی از قول آقا امام حسن مجتبی که حالا دیشب مطلب عرض کردم که بله، دعا کردن واجبه عینی است، واجبه کفایی. بعدی غیر از حالا این مطلب، سوال های جنبی زیادی پیش آمده است. سوال میکنند که شما میگید استجابت دعا، شما میگید برکات زندگی، نعمت زیاد میشه، رزق زیاد میشه. واقعا همینطوره. من که هم تجربه، هم روایت، هم آیه، واقعا همینطوره، چون شکر محسوب میشود. بعد یه مثالی هم شما روزای اول فرمودید که مثلا کسی که بین طلوع عین بیداره روزش زیاد میشه. بعضی ها بیدارن به هر دلیل و مشکلاتی دارن. اولا روزی فقط خوراک و پوشاک نیست، یه روزی هایی به اونها رسیده و میرسه که حالا نمونهش همون راننده رو گفتم که بچه های خوبی پیدا کرد، که از سپردن خودمون و بچه هامون به ائمه، از دعا کردن، از همین صلوات فرستادن با عجل فرجه هم، از دعای برای امام زمان، یکیش هم این طلوع عین بیدار بودن. اتفاقا یک یهودی کنار کوچه افتاده بود و هی ناره میکرد و اینها، امام حسن اومدن رد بشن. یهودی با شاید جسارت گفت که مثلا ببخشید، استغفرالله، حسن جد دروغگو بود. حسن گفت که چطور دروغگو بود؟ گفت که برای اینکه جدت فرموده است که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا عرض میکنم زندان مؤمنه و بهشت کافر. من الان کافرم، حالا خودشم اعتراف کرد، من کافرم و یهودیم و ایمان به پیغمبر نیاوردم، ولی زندگیم خیلی سخته. ببینی که اینجا افتادم و هیچی ندارم. اینها حضرت با لباس شیکی گویا سوار بر اسبی داشتن رد میشدن، فرمودند که بعد نخیر، بعد درسته، روایت جدم درسته، تو اگر بدونی که موقع مرگ و در برزخ و در صحرای محشر و در جهنم چه خبره، اینجا انگار تو بهش در زندگی میکنی، ولو سخت‌ترین زندگی رو داشته باشی. و من که میدونم مرگم و برزخم و صحرای قیامتم و بهشتم چقدر زیباست، چقدر عالیه، اینجا برام مثل زندان میمونه. علاوه مؤمنین، تعبیر زیبایی، بله خیلی عالی، مؤمنین بیشتر دلشون میخواد برن از اینجا، چون میدونن اونجا چه خبره. اگرم میخوان بمونن، میگن میخوایم بمونیم به شرطی که در خدمت امام زمان اون باشیم. هیچ خدمتی نمیتونیم بکنیم، همین دعا. آقا من 70 سال دعا کردم، ظهور انجام نشد. ما بنا نیست که بگیم ظهور انجام بشه، به ما چه؟ ما بناست که دعا کنیم که ای خدا تو ظهور رو زودتر انجام بده، نه که من عجله کنم. و فرقی نمیکنه. شاید ابو بصیر بود که سوال کرد آقا امام صادق که من فرض کی میشه؟ حضرت فرمودن چه فرقی میکنه؟ وقتی شما رو قبول دارید، ما رو دوست دارید، از ما اطاعت میکنید، فرض چه فرقی میکنه؟ بعضیا فرج رو برای این میخوام که کار خودشون حل بشه، این هم اشکال نداره، حل میشه. فرج کم فرمودن. بعضی میخوان برای تو این فرج رئیس یک حکومتی بشن، یک شهر، یک کشوری به حضرت بهشون بدن،
که اینم من نمیگم که اشکال داره. و بقیه فواید میخوان به فوایدش برسن، خوبم هست. اما اون که میگه من هیچی نمیخوام، فقط فرج شما رو میخوام، اونم برای اللهم سر نبیک و آل نبیک، اونم برای خوشحالی پیغمبر، برای خوشحالی محمد و آل محمد، برای خوشحالی اصحاب، بعدش بر هم استکانتنا، بعدش هم ما آرامش پیدا میکنیم، زندگی خوبی پیدا میکنیم. فقط و فقط به خاطر خودتون، به خاطر پیغمبرم دلم میخواد شما بیاید و عرض میکنم که فرج زودتر بشه و اینها. و اگر من دعا کردم، دعا کردم، حضرت همدن اگر هر دعایی، حالا این کار به این دعا ندارم، هر دعای شما کردید اگر مستجاب نشد، خدا بهترش رو در قیامت به شما میده و حتی در دنیا بهترش رو میده. شاید اون دعا صلاح نباشه. آقای میگفت من برای اولین بار که رفتم مشهد با اسب و با گاری و چه و با اون سختی ها رفتم، خیلی خوشحال بودم. گفتم یا امام رضا، من از تو یه حاجت میخوام، ولو سخته، ولی 8 بار دیگه من سهمم بشه بیام مشهد تا آخر عمرم. الان میگم الحمدلله که دعا مستجاب نشد. من چه میدونستم ماشین میاد، قطار میاد، هواپیما میاد. الحمدلله اون دعا مستجاب نشد که من 100 دفعه تا الان اومدم. این که ما اصرار میکنیم حتما حرف ما بشه، دعای ما بشه، این فایده نداره. اونی که خودشون میخوان و خودشون میدونن فردا چه خبره، احسن، فردا چه اتفاقی خواهد، این دعا مستجاب نشد و شما با این دعا کردنتون باعث شدید که 1 دقیقه 1 ثانیه زودتر فرج بشود، ظهور بشود، قیام بشود. یعنی چه؟ یعنی 1 لحظه زودتر. الان شما دوست دارید مریضا خوب بشن، خب زمان امام زمان همه مریضا خوب میشن و اصلا مریضی نیست، فقیرا غنی بشن، همینطوره. شما 1 لحظه دوست دارید همه جا جنگ نباشد، همه جا آرامش باشد، زندانی نباشد، مشکلی نباشد، حتی همه شیعه بشن، حتی همه بیان زیارت، همه قرآن حفظ کنن، همه چی بدونن. و اون علوم، علومی که فرمودن از اول حضرت آدم تا حالا و تا روز ظهور، علوم 27 درجه است. تمام این علوم، عرض میکنم، فقهی و اصولی و چه میدونم اجتماعی و صنعتی و هنری و این وسائل و اخلاقی، اینها تمام این علوم 2 درجه است و 2 درجه هم کامل نیست. حضرت من هم حضرت ان شاء الله آمدن همین 2 درجه رو کامل میکنن، هم 25 درجه دیگر رو به مردم میدن. آقا ما یه رشته بیشتر نمیتونیم بخونیم، یه رشته چشم پزشکی مثلا، اونم چشم راست یا چشم چپ، یا رشته گوش حلق و بینی، یک رشته. تمام علوم رو همه نمیتونن یاد بگیرن. اون روز چجور میشه؟ اون روز روزی میشود که عقل انسانها کامل میشود و 40 برابر میشود. این روز روز بدیه که شما براش تلاش نمیکنی؟ این روز روز خوبی نیست که ما براش مایه بذاریم؟ هیچ مایه نمیخوایم بذاریم، حداقل دعا کنیم که اون روز بیاد که همه عقلا کامل بشه و زر به در 40 بشه و همه علوم رو همه یاد بگیرن. بله. نه فقط مردها، نه فقط علما، که حضرت در مسجد کوفه می نشینن و منبر می رن و علوم رو می ریزن بیرون، دانشمندان از سراسر جهان میان و استفاده می کنن. به اضافه این که هر کی تو خونه خودش نشسته صدای حضرت رو می شنوه، نیاز به تلویزیون نیست، صدای حضرت هر جای عالم باشد، صدای حضرت را میشنود و علوم را یاد میگیرد. حتی خانمایی که در منزل هستند و مثلا کار میکنند، اگر اون روز نیازی به کار باشه، و الا اون روز مثل بهشت، عرض میکنم همه چه در اختیار ما هست. اراده میکنیم فلان چیز بشه، فلان غذا آماده بشه، ظرف 1 لحظه آماده میشه. قبلا شاید نمیشد بپذیریم این حرفا رو، ولی حالا آمدن با میکروفر که غذا ظرف 1 دقیقه داغ میشه، خب مثلا 100 سال پیش می‌خواستن غذا رو داغ کنن یا پزن می‌ذاشتن تو تنور، یا عرض می‌کنم که زغال، چوب، فلان، تا این پخته بشه 5-6 ساعت طول می‌کشید. الان با سرعت، یا این که حضرت می‌فرمان که هر چی می‌خوان کف دستشون نگاه می‌کنن، واقعا کف دست، نه موبایل. حالا همین موبایل هم 100 سال پیش کسی باور نمی‌کرد،
100 سال پیش که هیچی، 50 سال پیش هم باور نمیشه. یا اگر میگفتیم که عرض میکنم آقا امیرالمومنین در این پیشگویی‌هاشون همه این فرمایشات رو فرمودن که یک ساعته میشه رفت خراسان مثلا، آره همین، چه خراسان 40 روز راهه، خب الان یک ساعته بلند میشن میرن، هواپیمایی هست که شاید سرعتش بیشتر از کمتر از یک ساعت باشه. اینا رو قبلا باور نمی‌کردن ولی الان قابل باوره، چون نمونه‌هاش آمده. و چرا برای همچین زمانی الان اکثر کشورها دارن خودشونو میکشن که یه دولت دیگری بیاد و راحت‌تر زندگی کنن، که این غیر ممکنه، چون هر دولت رفت دولت بعدی بدتر بوده، حالا هر چی هم بوده بدتر بوده، از اول اسلام هم همینجوری، اولی که رفت دومی بدتر شد، دومی که رفت سومی بعد از بدتر شد، سومی که رفت چهارمی معاویه بدتر از همه شد و پنجمی یزید بدتر از بدتر از بدتر از همه شد، بعدش بنی امیه بدتر، بعدش بنی عباس بدتر، ولو که بچه های عموی حضرات بودند و از بنی هاشم بودند و اتفاقا خمس هم میگرفتند و میگیرن و میخورن. این آیه خمس رو وهابی هم قبول دارن، وقتی رسیدن به کربلا و کربلا رو آتش زدن حدود 150 سال پیش، 100 سال پیش، عرض میکنم که بعد که غنایم رو جمع کردن و ذریح رو خالی کردن و طلا رو آوردن، رهبرشون گفت که یک پنجاهش مال منه. یعنی چه؟ گفت این آیه 41 سوره انفال، خمس مال منه. اینا ولایت امیرالمومنین قبول ندارن، قرآن اصلا بهش عمل نمیکنن، ولی به جای پول که میرسه خوب بلدن. اتفاقا در مورد خمس و زکات، حالا این جمله رو داخل پرانتز بگم که قرآن میفرماد در مورد زکات، خذ من اموالهم، یعنی زکات مال خودشونه، برو ازشون بگیر، یا اگر آوردن بگیر، ولی خمس مال خودشون نیست اصلا، ولله خمسه وللرسول وللذالقربه، اصلا خمس به طور اتوماتیک مال کسی نیست، یعنی یک پنجم مال، یک پنجم درآمد اصلا مال من نیست که بخوام بدم یا ندم، باید زود از دستش فرار کنم و رها کنم و بدم به صاحبش، که حالا دستت به خدا میرسه، دستت به حجت خدا میرسه، نه دستت به پیغمبر میرسه، نه. حالا اینایی که امام زمان فرمودن بدید و وکلای من که همون مراجع باشن، همین کافیه. آقا من اطمینان ندارم، بسیار خب بده، تو رها پیدا، رهایی پیدا میکنی، اون عرض میکنم که باید به وظیفش عمل بکند، اگه عمل نکرد او مسئول است. میگفت یه خانمی آمد، یکی از بزرگان، یکی از شهرها آمد، یه پولی آورد و گذاشت، گفت این خمس مال منه، و عقب عقب میرفت. گفتم چرا عقب عقب میری؟ گفت برای اینکه خوب چهرت تو ذهنم باشه و بگم خدای من پولو دادم به آقا. بدنم لرزید که عجب حرفی داره میزنه. و آقا این که چیزی نیست، آخه مثلا با اجازه مرجع تقلیدم یه پولی بفرستم برای شبکه، حالا مثلا یه ریال چی میشه، 100 تومن چی میشه، هزار؟ نه خیر، همون یه ریال، ولی اون که شبکه شاید نیاز نداشته باشه اون یه ریال و جایی رو نمیگیره، اما شما شرکت کردید در این همه مراسم. اون وقت ان الله لا یستحی من الحق، اگه من بدهکاری شرعی دارم با اجازه مرجع تقلیدم این کار رو میکنم یا هر کار خیلی دیگری میکنم، خدا عبایی نداره و حیا نمیکنه از اینکه این کار کمه. انشالله مشرف شدید، با ماشین رفتید مشهد، از نیشابور که رد شدید، ببخشید تو خود نیشابور اون رد شدید، مال قدمگاهه، از داخل نیشابور خیابون مرکزی دست چپ میرید، اونجا یه مقبره هست مثل یک امام زاده، یک خانم اونجا دفنه به نام بی بی شتیته یا شتیته. ایشون نه دختر امام است و نه همسر امام است و نه خواهر امام است و نه مادر امام است، اصلا سید نیست، اصلا نیامده است که امام را هم ندیده است. کاروان داشت میرفت مکه و مدینه، با خودشون خمس و زکات می بردن برای حضرت، برای حضرت کاظم علیه السلام، این یک درهم یا یک دینار آورد داد، گفت اینو بده به آقا. این گفت چه درد، گفت ان الله لا یستحی من الحق، حق هرچی هست، یک کلمه است، یه ریاله، یه هرچی،
خدا اینجا حرفی نداره، بعد ما حقا پرداخت کنیم هر چی میشه. آقا من یک کلمه گفتم، مگه چی گفتم؟ همین یک کلمه باعث طلاق شد، همین یک کلمه باعث به هم ریختگی شد. برای اون قصه رو تمام کنم که این آمد بالاخره به مدینه که رسید، حضرت فرمودن که اون پول بی شتیت رو بده. پول رو دادم و یک درهم رو دادم. حضرت فرمودن ان الله لا یستحی من الحق، اون آیه که اون نیشابور خون حضرت اینجا خوندن. و بعدش چی؟ بعد 40 دینار دادن بهش، گفتن اینو بده به شتیده، میخوام برگشتش رو بگم. قرآن یه جا میفرماد 10 برابر، یه جا میفرماد 700 برابر، یه جا میفرماد بیشتر. فیضاعفه، اینجام 40 برابر. حضرت 40 برابر دادن، فرمودن بهش بده، کفنم براش دادن. به به، باز اینا مهم نیست. فرمودن خودم میام برای تشییع جنازه و براش نماز میخونم. سبحان الله، این خیلی جالبه. حضرت آمدن و یک کار زیبای دیگر هم انجام دادن، و اون این که آمدن نیشابور موقع فرمودن 19 روز دیگه هم آخه شما رسید اونجا بهش بگید که میمیری کاراتو بکنه. اینها کفن 40 دینار، حضور در تشییع جنازه، نماز خوندن بر جنازه خیلی مهمه. خدای من هیچ بدی از این بنده ندیدم. تو نماز میت میخونی؟ مهمتر این که نشستن بالای قبر رو این را در تربت امام حسین ریختن تو قبر. این دیگه رفت بهش بی حساب و کتاب. و عرض میکنم که حالا بعد 1250 سال یا 1000 بله تقریبا مردم میرن اونجا و نظر و نیاز و زیارت و استجابت دعا و چه و اینها. این حرفا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه اگر شما قدمی برداشتید، 40 که هیچی، 700 که هیچی، قرآن میفرماید بلکه هزاران برابر در دنیا و آخرت خدا بهتون عنایت میکنه. من یه بحث دیگری آماده کرده بودم، حالا اینا اومد و عالی، گفتیم ببخشید. نه خیلی عالی بود، از استحبابات شب جمعه این هست که حداقل ما 10 تا مؤمن رو یاد کنیم. بله، شما ایشون رو ذکر کردید به تناسب بحث حضرت عالی. تمام اموات بینندگان عزیز که چشم انتظار هستن، پدر مادرهای خودمون، پدرم پدر مادرم رحمت خدا رفتن، برای همه اموات پدر مادرهای خودتون که رحمت خدا رفتن، مؤمن و مؤمنات، همه یاد کنیم همشون رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم و اهلک عدوهم و الانعدام اجمعین. شلو از دعاهای اونها هم بهره مند بشیم. جناب استاد، ما حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم، اگر از چند تا از فضائل دیگه دعا هم هست برای ما بفرمایید. بله، من یک کلمه به حرف شما اضافه کنم که بفرمایید. همه اموات، همه مؤمنین اتفاقا یک علاقه بزرگواری. بله، امروز در مشهد فوت کرد. ان الله و انا الیه راجعون. خدا رحمت شد. خاله ما بود، در مشهد زندگی میکرد و در حرم امام رضا دفن شده. انشالله قسمت بشه که ما یا در کربلا دفن بشیم یا در مشهد، ولی هر جای عالم دفن بشیم ما رو میارن. ملائکه نقاله، نگران نباشید. بچه ها نمیتونن بیارن، پول نیست، شرایط نیست، نگران نباشید. شما با امیرالمومنین باشید، همین که فرمودید خود، با امیرالمومنین باشید، جنازه ما رو میارن اینجا دفن میکنن. اگر کافری در اینجا باشد که انشالله نیست و به زور آوردنش که ما نمونهشو داریم، اونو میبرن اونجا. حالا یه حرفا پیش اومد، چند تا قصه یادم اومد، من حالا یک شو براتون میگم. یه آقای بود، رنگرز بود، قدیما رنگرزی میکردن، لباس ها رو پارچه ها رنگ میکردن، دستش همه سیاه بود. عرض میکنم که تا اینجا قصه رو داشته باشید که داشت زندگی میکرد در خونسار ما. عرض میکنم که یه کاروانی داشت میومد کربلا، یه عده آمدن گفتن پدر ما مرده است. این نبا، پدر ما مرده است، آدم خوبی هم نبود، اینو ببریدش کربلا دفنش کنید، اینم پول. اینو بستنش به یک جسارت میشه اجلکم الله حیوانی و آوردن تا کربلا. وسط راه دوز بهشون زد. اینا گفتن چه کار کنیم چه کار نکنیم،
پولا و طلایی که داشتن گذاشتن تو کفن این تو کفن این مرده. عرض میکنم که خب الحمدلله دست دوزه دیگه اونو نگاه نکردن، همه جاره جاشتن چیزی پیدا نکردن، اینا اومدن به طرف کربلا اومدن و یادشون رفت این پولا رو بردارن اینو دفنش کردن. وقتی دفن کردن دیدن که گرفتار شدیم، پولا چی شد؟ از آقای مرجع تقلید اون روز سوال کردن که اینجوری شده، گفتن خب نبش قبر کنید و اینا. نبش قبر کردن، پولا و طلا رو برداشتن، ولی دیدن اون یارو نیست، اون مشت علی رنگ رز اینجا خوابیده با همون دست سیاهش. ملاکه نقال اومدن جا به جا کردن. آره سریع جا به جا کردند، سریع جا به جا کردند. بعد رفتن اونجا برای اینکه بفهمن، گفتن که ما یه چیزی تو کفنش اونجا گذاشتیم ببینیم هست یا نیست. اجازه گرفتن در بله اونو آوردن اینجا، این همه راه اینا آوردن تا اینجا، ملاک نقاله اینو برده بودن جای اون قبر اون مشتلی رنگ رز دفن شده بود، اون آمده بود جای این در کربلا دفن شده. یکی از فواید دعا برای امام زمان این است که شما رو به نجف یا به کربلا یا هر جایی که دوست دارید میارن، بالاخره در محضر اهل بیت هستید. اینم فایده دعا و عرض میکنم که امام زمان علیه السلام دعا بفهمه جناب استاد. اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر، اکشف عن همه و غمه و حزنه، از علام خیر عوانه و انصاره، ارزقنا زیارت جماله، و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرج جنابهم و اهل گدوهم و الاند و جن. حق شناسی میکنم، خیر بود انشاءالله، استفاده کردین، ممنون هستم از شما، دعامون کنید. بینندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه ما همراهی فرمودید از شما هم قدردانی میکنم. خدا رو شاکر هستیم که از این شبکه نورانی در خدمت شما گرامیان هستیم. جناب استاد هم اشاره فرمودن انشاءالله هر کدوم از ما به هر عنوانی میتونیم، زبانن، قلمن، بحث مالی هست جناب استاد فرمودن، به نوعی به هر جایی که در مسیر اهل بیت هست خدمت کنیم، به ویژه الان شبکه نورانی امام حسین علیه السلام که الحمدلله در این مسیر داره قدم میزنه و در مسیر ولایت امیرالمومنین هست. در دورترین جاها الان ما خواستیم مبلغ دینی بفرستیم، شاید سخت بود زبان اونجا رو بفهمن، کجا برن، کدوم جزیره. الان یک حسینیه فراتر از کهکشان ها هر جای این سیگنال رو دارن میبینن، این معارف اهل بیت داره اونجا میره و خصوصا امام زمان در دوره آخر زمان که اینقدر دزدان میان اعتقادات بچه های شیعه رو میبرن. اینها اگر ایرانی باشن، فارسی بلد باشن یا هر کشوری که فارسی بلد باشن، محب اهل بیت باشن، ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله هستن. باید این ایتام امام زمانمون رو با اعتقادات صحیح بهترین محبین و شیعیان امیرالمومنین قرار بدیم و اینها رو تو این مسیر قرار بدیم. حالا هر کسی بله به هر زبان، زبان عربی، انگلیسی الان شبکه دارن، حالا ما به تناسب بحث فارسی زبان ها داریم عرض میکنیم، هر جایی هستن انشاءالله توفیق داشته باشیم و این کمک ها رو داشته باشیم. یک صلوات میفرستیم و مجدد در خدمت شما خواهم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرج جنابهم و اهلک عدوهم و الانعداهم اجمعین. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها عدد ما احاط به علمك. اعمال و عباداتتون قبول باشه. الحمدلله خدا رو شاکر هستیم که توفیق پیدا کردیم نوکری شما رو داشته باشیم از این شبکه نورانی. جناب استاد پیرامون بحث دعا برای امام زمان ذکر فرمودن و ما در ابتدای بحث پیرامون بحث وقائدن اون رهبری صحبت کردیم. یاد داستانی افتادم که در زمان آقا امام رضا علیه السلام یک اسبی رو آوردن برای مأمون، خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیتون، اسب بسیار چموشی بود و
هر کاری کردن که اینو زین کنن و لجام بهش بزنن، ازش سواری بگیرن، کسی حریف نمیشد. خیلی اسب خلاصه چموشی بود. اومدن به مأمون گفتن و مأمون گفت خوب جوری شد، الان آقا امام رضا علیه السلام رو دعوت میکنیم، اسب رو بهشون تقدیم میکنیم. اگر خدای نکرده این اسب آقا رو زمین زدن که یک اسباب خنده برای اون فراهم بشه، اگرم ایشون اتفاقی براش افتاد، حالا شال عزای میندازیم میگیم دیگه شد. توی مجلسی که تشریف داشتن آقا و شرف حضور داشتن، این اسب و مأمون براش آوردن، رو کرد به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و گفتن که آقا جان اسب برای ما هدیه آوردن، هنوز کسی ایشون رو اسب رو زین نکرده، شما زین کنید. خب اسبی که زین نشده سواری هم نداده، بعدم سوارش بشید. یک نوجوانی که تازه بلوغ رسیده بود، هنوز صورتش تقریبا حالت کمی محاسن کم در آورده بود، بلند شد، رو کرد به امام رضا علیه السلام، سلام کرد، گفت آقا اجازه میدید من این اسب رو زین کنم، لجام بزنم؟ اینایی که توی استبل بودن و مسئول بودن خیلی تعجب کردن که ما داشتیم زیر لگدهای این اسب از بین میرفتیم، حالا یه نوجوان بلند شده این کارو میکنه. امام بهش فرمودن که میتونی این کارو انجام بدی؟ گفت آقا یه عملی من دارم میتونم انجام بدم. امام دیگه نپرسیدن کدوم عمل، گفتن بفرمایید. رفتن و کنار این اسب قرار گرفتن و چند تا ذره پشتش زدن، این اسب انگار سالها مطیع این نوجوان بود، ایستاد قشنگ، زین و انداخ روش و کمرش رو بست و لجام بهش زد و آمادش کرد. و حالا همه دارن تعجب میکنن و مأمونم به شدت ناراحته. رو کرد به امام رضا علیه السلام، اجازه خواست، گفت آقا من سوارم بشم؟ امام فرمود بفرمایید. خیلی جالب شد، اسبی که هنوز زین نشده، رام نشده، کلی میخواد به قول معروف چموشی بکنه، سوار شد. یک سواری حسابی از این اسب گرفت. بعد که از این اسب سواری گرفت، همه تعجب کردن. اسب آمد جلو و اشاره کرد که من خسته شدم دیگه، بستمه. این نوجوان آرام آمد پایین. امام رضا علیه السلام میخواستن چیز یاد دیگران بدن. دیگران گفتن که چی شد که این نوجوان بلد شد؟ امام فرمود نوجوان، جوان بیا جلو. اومد جلو، گفت شما گفتی یه عملی من بلدم که با اون عمل رفتم این کارو کردم، اون عمل چی بود؟ بذارید به احترام این عمل من بلند شم. امام موقعی که این به اصطلاح سوال ازشون کردن، ایشون رو کردن به امام و عرضه داشتن که آقا جان من هر هنگامی که میخوام به اصطلاح یک کار بزرگ و مهمی رو انجام بدم، 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. روح ما خیلی روح بزرگ و با عظمتی بوده، به خاطر که تو این عالم دنیا آمده، هی ما ضعیفش کردیم، ضعیفش کردیم، ضعیفش کردیم، چون دور شدیم از ولایت. من داخل این داستان یه داستان دیگه عرض کنم، به این داستان میخوام دوباره برگردم. یکی از یاران امیرالمومنین خدمت آقا رسید، ابراز فقر کرد، گفت آقا بیرون از منزل آمدم، چیزی برای بچه‌هام نتونستم تهیه کنم. امام فرمودن یک تیکه سنگو برداشت، گفت خب نام من رو بهش میخوندی. برداشت و گفتش که یا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. طلا شد، رفت و اینو مقداری به قول معروف آرد خرید و سبزی خرید و شیر خرید و وسایل اون روزو خرید. و بعد از ظهر بود دیگه، اومد دور در خونه امیرالمومنین رو زد. در روایت میگه حضرت اینجا مشغول استراحت بودن، در زد. آقا اومدن در به در خونه، گفتن چی شده؟ گفت آقا جان من این مقدارشو فروختم، اینها رو تهیه کردم، این کلوخ سنگ که طلا شده این مقدارش زیاد آمده. امام یه نگاهی بهش کردن، فرمودن به این مضمون که ای ضعیف الایمان، خب اسم منو دوباره بهش میخوندی، بر میگشت به حالت اول. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این خون دوباره شد که آورد بنداز پشت در خونه.
تمام عالم در اختیار امام زمان و حجت خداست. برگردم به داستان. رو کرد به امام رضا علیه السلام، گفت آقا جان، من هر کاری که میخوام انجام بدم قبلش 100 مرتبه صلوات میفرستم. میخوام این نکته رو بگم، همه داستان رو گفتم بر این نکته. گفتن آقا موقعی که صلوات میفرستم میگم اللهم صل علی محمد، هنگامی که به آلش میرسم میخوام میگم و آل محمد، شما امام زمانم رو علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در ذهنم میارم، به شما متوسل میشم و آلو ذکر میکنم، روح من چنان قدرت میگیره که تمام این کارها برام آسان میشه. به به به. گفت موقعی که صلوات میفرستم هر هنگام آلش رو میخوام بگم، در قسمتی که میخوام آلش رو بگم، شما امام زمانم رو یاد میکنم، تمام اینون بر من آسان میشه. بینندگان عزیز، الان داشتیم در اول بحث میگفتیم و قائدن و ناصرا، من هر چقدر از خدا بخوام خدایا بر امام زمان من تو رهبر باش، تو هدایتگر باش، چون این امام رو بر من قرار دادی هدایتگری کنه، اون هدایت بیشتر شامل من میشه. چون یه بحث اینجا هست که بعضیا میگن اگر پیامبر و اهل بیت در قله کوهن، من در این دامنه کوه، من میتونم دستشون رو بگیرم ببرم بالا؟ من که این پایینم. میگیم ما که دستشون رو نمیگیریم، میگیم خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو بگیر ببر بالا. موقعی که این رزق رو میخوام به پیغمبر و آلش میرسه، این الحمدلله به این دامنه کوه و ما هم میرسه، از اون سرازیری های چشمه رحمت اهل بیت به ما هم میرسه. هر چقدر ما بینندگان عزیز بهشتیان بیشتر متوجه امام زمانمون و اهل بیت بشیم، به همون اندازه رزقمون بیشتر میشه. رو کنم به آقا سید الشهدا علیه السلام. آقا جان، شب جمعه شب ویژه رحمت شما هست، 124,000 پیغمبر طبق روایت، اهل بیت، مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا هستن، همه خوبان عالم ملائکه مقرب اینجا هستن، همه آمدن دعا کنن که خدایا اون ولی و منتقم خون سید الشهدا و اون بقیت الله رو بر ما بفرست. خدایا ما رو جز به این کاروان حساب کن و مشمول عنایت این دعاها قرار بده. در هر جای عالم هستید بینندگان، این دعا رو همه با هم بخونیم. یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل لوليك الفرج، 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 صلى على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بين. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل.
اللهم إني أسألك بجمالك كله.